یه چند وقت گذشته رو در خونم رو زدن، دیدم بابامه. میگفت میترسم عروسم بی بشه و نبم یتیم، تو رو خدا از اینجا برو. میگفت که صدای زنگ در خونه یا تلفن میاد تنم میلرزه، میگم خبر کشته شدن عزیزترین اولادم آوردن. هم ناراحت بودم از اینی که دارن اذیت میشن، هم از اینی که میگفت عزیزترین اولادم حس غرور پیدا میکردم. گفتم طبق سنت رسول الله توصیه قرآن امر شما پدر بزرگوار من مهاجرت میکنم، ولی مهاجرتم به همین سادگی نبود. بعد مهاجرت میکردم بدون هیچ پشتوانه ای، کارم رو ول میکردم. یا یه کوله بار بذاری رو دوشت یه ساک ببندی بگم بفرما برو، ولی واقعا همونجوری سواری اتوبوس شدم و راه افتادم. سواری اتوبوس شدم به مقصد بندر عباس، گفتم میرم بندر یه کاری میکنم، کارگری. تو را با خودم فکر میکردم حمید تو به جز پرستاری هیچ کاری بلد نیستی. گفتم میرم وزارت بهداشت تهران، به دست و پا مسئولین میفتم، میگم از یگانه امنیت انتظامی شهر استعلام کنید، من اونجا ناامن واسم خطر جانی داره، شاید یکی دلش سوخت بهم انتقالی داد. من پیاده شدم سوار اتوبوسای تهران، به مقصد تهران حرکت کردم. یه جا اتوبوس وایساد مسافر پیاده کنه، من شیشه پرده اتوبوس رو دادم کنار ببینم کجاست. دیدم روبروم یه تابلوی روش نوشته به سمت حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها. بغل دستی من یزید سوار شد، ازش اومدم بپرسم معصومه کیه، این فکر کرد قصد جسارت. خیلی دشر گفت درست صحبت کن. گفتم نه قصد توهین ندارم. یه نگاهی چپ من انداخت، گفت میخوای ادعا کنی اولاد پیغمبر خواهر امام رضا رو نمیشناسی؟ بهش گفتم برادر کجایی که خود امام رضا رو من تازه شناختم. پیاده شدم، شاگرد شوفر منو مسخره میکرد، فکر میکرد مثلا من بچه دهاتم، احتمالا تهران رو با قوم جابجا گرفتم. ساکو برداشتم اومدم در به هشت. به ما همیشه گفتن اینجا قبر پرستی شرک بدعته، ولی وارد حرم شدم از کفشداری پرسیدم آداب زیارت چجوریه. گفت اولین بارته؟ گفتم اولین باره دارم توی مکان شیعی پا میذارم. نماز تحیت رو خوندم، زیارت نامه رو خوندم، میخواستم ببینم مناسک شیعی به چه صورته، چی کار میکنن. کنار زری داشتم قدم میزدم، شیعیان رو میدیدم دست به دعا. تو دل خودم با خودم میگفتم، حتی من به زبان نیاوردم ها، که خانم جان فردا دارم میرم تهران وزارت بهداشت، دل این مسئولین رو یه جوری نرم کن، به هر شهری که صلاح دونستی منو بفرستن. اومدم تو شبستان امام، تلفنم زنگ خورد، داشتم با خانم صحبت میکردم که بله اینجا حرم یکی از اولادای پیغمبر من نایب الزیارت و اینا. یهو کفشام اومدم بپوشم، یکی خادما دستم رو گرفت، برگشتم دیدم نوشته خادم حرم آقای رضای فلانی. اصرار کرد دستم رو گرفت که بشین تعریف کن چرا شیعه شدی. وقتی واسش تعریف کردم اینجا چی کار میکنم مطرح شد، دیدم موبایل شده را آوردی، تماسی گرفت پشت خط، اونم تلفن رو داد به من پشت خط، گفت آقای شیرانی شما برگردید زاهدان، دستور میدم به شما انتقالی بدن. تلفن رو انداختم، دویدم سمت زری، پیرمرده دنبالم. کنار زری گفتم خانم جان دمت گرم چقدر باحالی. گفتم فردا تهران در خونت انتقالی من امضا شد. کجا دوست داری بری؟ گفتم من خودم بگم. گفت آره هر کجا دوست داری بری. تو ذهنم گفتم بندر نزدیک، خطر داره، کرمانشاه بزن همون قم برم قم. قم میام سری موافقت کردن. من تا رسیدم قم گفتم برو بیمارستان، بهشتی رفتم بیمارستان. تا رسیدم دیدم دفتر پرستاریش یه روپوش به من داد، گفت همین الان برو اورژانس کشید وایسا. خانمم زنگ زد گفت حمید آقا جا پیدا کردی، ما بیایم خونه، ای چیزی میتونی اونجا اجاره کنی؟ گفتم باش. رفتم خونه اجاره بکنم بنگاه. گفتن پول پیش چقدر داری؟ گفتم پول چی؟ گفتم پیش. گفتم پیش چیه؟ گفتن خونه میخوای اجاره کنی باید پولی قبلش بدی. دو سه روز گذشت، رفتم بنگاه های روز بعدش که آقا من دو برابر اجاره میدم اما پول پیش ندارم. گفتن نمیشه. رفتم بانک، گفتن آقا یا سپرده یا ضامن، من هیچ کدومو نداشتم. منتظر بودم تاکسی تکمیل شه مسافرها شرکت کنم، دست درستم رومو برگردوندم، گنبد طلایی حرم پیدا بود. گفتم وقت هست تا شیفتم برم حرم. رفتم حرم، گفتم که خانم جان شرمنده، اون روز قول دادم یه درخواست، ولی من بد جوری دلتنگ پسرم هستم و بابا صدا کردناش، میشه کمکم کنی؟
اومدم بیمارستان داشتم با همکارم صحبت میکردم، چون شیفتم شروع نشده بود لباس نپوشیده بودم رو پوش پرستاری اینا. آقای تحویلدار مجری برنامه شهریار کریم قم از مجری شبکه استانی اونجا، این فکر کرد من همراه بیمارم، اومد با من مصاحبه کنه. همکارم گفت نه ایشون همکار ماست از بلوچستان اومده. چرا؟ گفت ایشون مشرف شدن به تشیع. خوشحال شد که سلام علیک گفت میشه خواهش کنم بیای تو برنامه ما؟ گفتم باشه. روز بعد من رفتم برنامهشون، تو اون برنامه فقط گفتم چرا شیعه شدم، اصلا نگفتم کجا زندگی میکنم، خانوادم کجان، چیکار دارم میکنم. پایان برنامه یه شخصی که اومده بود جلو در صدا سیما میگفت من میخوام این آقای شیرانی رو ببینم. بعد رفتیم پیشش، گفت آقای شیرانی میشه یه خواهشی ازت بکنم؟ گفتم جانم بفرمایید. گفت بالا خونم یکی از واحدا من خالیه، میشه بیای افتخار بدی همسایه من بشی؟ تا اینو گفت من اومدم دستشو ببوسم. گفت چه کاریه؟ گفتم بی من نمیدونم کی هستی و چی کاری، اما هنوز 24 ساعت نگذشته من از بیبی خواستم به من سرپناه بده، چیکار کرده با دلت که تو رو از تو خونه تا پشت تلویزیون بلند کرده اومدی جلو در صدا سیما جلو رو همه این آدما منت من آدم گناهکاری که نمیشناسی رو داری میکشی؟ رفتم دیدم یه خونه راست راسکی فشار آورده بودن به خانواده ایشون، بعد اونام خانمم تحت فشار گرفته بودن. بعد زنگ زد به من گفت حمید قاجات راحته؟ گفتم چطور؟ گو حرفا رو تو میزنی تو تهران اذیت و آزار شما هم بکشم. اینو که گفت من خیلی ناراحت شدم، مستقیم رفتم حرم کنار زری بی بی زانو زدم، گفتم خانم جان من گدام. ما گداها تو دنیا وقتی در خونه کریمی میریم یادمون نمیره، میگن کریم اهل بیت شما اید، من زن و بچه‌ام از شما میخوام. سه نصف شب خانمم زنگ زد میگفت حمید آقا بابایی که اجازه نمیداد روز من بدون مرد پا بذارم تو کوچه، منو نصف شب آورده بیرون میگه هر جا دوست داری برو. ساعت 10:30 صبح روز بعدش خانمم با اولین پرواز اومد. صبح روز بعد ما تو سرای اصلی حرم بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها پسرم خانمم کنار هم وایساده بود، همونجا نذر کردم جماعت تو تبلیغی باشم.